درود به دوستان گرامی، امید دارم خوب و خوش و تندرست باشید. چند ماهی بود که در یوتیوب برنامه نداشتم، با شما در ارتباط نبودم. آرزو دارم در این مدت خوب باشید و برای شما در آینده نیز آرزوی خوبی و خوشی دارم. برای این آمدم که با شما هم ارتباطی برقرار شود و در ضمن چند نکته درباره یک برنامه فرهنگی با شما صحبتی داشته باشم. این برنامه درباره دکتر ناشناس هست. دکتر ناشناس را همه ما و شما میشناسیم، دکترای زبان و ادبیات پشتو را داره و آوازخوان خوب و سرشناس کشور هست که هم به فارسی و هم به پشتو آهنگای بسیار زیبا خوب به یاد ماندنی اجرا کرده که در حقیقت در حافظه موسیقی افغانستان به فارسی و پشتو جایگاه خاصی دارد. چند روز پیش برنامه داشت با یک تلویزیون آنلاین که با پشتو فعالیت داره. در این برنامه از دکتر ناشناس درباره پت خزانه پرسیده شد. دکتر ناشناس قبلا هم در مصاحبه گفته بود که پت خزانه ساخته شده و جعل شده و این کار را عبدالحی حبیبی انجام داده. همه به این نظر هست که حکومت آن روزگار بر عبدالحی حبیبی فشار وارد کرده تا همچون یک اثری را تنظیم کنه و تدوین کنه و به عنوان یک اثر تاریخی ارائه شود. در این مصاحبه هم دکتر ناشناس تاکید کرد که پت خزانه ساختگی هست و هیچ فایده ای به فرهنگ، تاریخ و ادبیات پشتو ندارد چون این جعلیات و ساختکاری ها، و در ضمن اشاره کرد که کاغذ پت خزانه و نسخه ای که پت خزانه در آن ارائه شده، این کاغذ و نسخه هم کپی هست، یعنی ورقش جدید است، برای اینکه این را بردند برای نسخه شناسان و برای مرجع های معتبر اروپایی تا تایید کنه که پت خزانه یک اثر قدیمی هست، یعنی حکومت افغانستان برده بوده. اما دکتر ناشناس اشاره میکنه که این اثر مورد تایید قرار نگرفت. نسخه شناسان گفتند که اثر کاغذش جدید است، اثر کپی هست و از طرف سازمان های بین المللی این اثر به اعتبار دانسته شد. در ضمن دکتر ناشناس اشاره میکنه که یکی از دانشمندان پشتون هم از نظر پاراگراف بندی و از نظر زبان و از نظر تدوین این اثر را قدیمی نمیدانه، بلکه یک اثر ساختگی میدانه که در این روزگار ساخته شده و کسانی که ادعا میکنه که اثر قبلا نوشته شده، تاکید این دانشمند و ادبیات شناس و زبان شناسی پشتون این است که زبان، شیوه نگاریش، پاراگراف بندی این اثر با دورانی که ادغام میشه در یک دوره گذشته نوشته شده ارتباط نداره، دچار تناقض است. برنامه ای را که دکتر ناشناس در آن صحبت کرده ببینید و بعد هم چند نکته ای را به عرض خواهم رساند. بله، دا ویلا چې دغه دی چې ته د میرویس خان هوتک کتابونه یا د محمود هوتک کتابونه یا د هغو قبل بندي چې ما لرې کې نه لرې، او بله دی ویل چې پټه خزانه یو واقعیت دی، دا نه ترجمه سوی دی نه لیکل سوی دی، داسې حسابونه یې وویله.
پروگرام دغه تجربه برکه ختم کړم جبر خلاص دې کا وخت بچین په بخښنه دا دغه کتاب باندې ډیره خبرې مکه وی وروره او بل خلاص ده او کلی دې د وسو او یاد وسو اچیا کار ده مخه مگر دغه کتاب دا فوټو کاپی ده د لیکنې په خپل لیکل شوی دا د محمد هوتک د وسو او یاد کار په خوا کتاب نه دی حبيبي ته مارګسن راغلی د دې نظرونو په دې مډیر خبري وکړي ما پاین خبري کوي ورو د خدای په امان ما الا کوي پری نه نه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ما ویله مال په دې مډیر خبري وکړي نه چې دا خبره خپل پوره کړم دا د وسو او یاد وسو اچیا کار په خوا محمد هوتک دا کتاب لیکلی دی اما دا کتاب چې دی وای دا کتاب دا نسته دا کتاب وجود نه لري یو خط په خط لیکل شوی دی فوټوکاپی او مارګنسن نارویجی متخصص ته ښکارا شوی دی هغه ول دا کتاب فوټوکاپی ده زه اصل کتاب غواړم چې اصل کتاب کاغذ واسطم لابراتوار ته هغه وګوري چې دا 200 او یا کار په خوا کتاب کاغذ دی کنه دی بیا نه دی ورکړی کتاب نه دی ورکړی دا خبره تا وکړلې ډاکټر صاحب دا خبره مکه وي او دا خبره خو تا وکړلې مګر ساسر دا خبره څوک نه مني نه سره مني شاعران دي څلور یا پنځه شدي دي نور ټول نارینه دي شعرونه ټول د عبدالرؤف بینوا دي د یو نفر بل نفر شاعر دغه یو بینوا دغه شعرونه ټول ویلي دي درواغ دي درواغ دي او درواغ دي خلاص مګر په دې شعرو کې داسې لغتونه دي چې ولاته یا زه په یغم یته په یغم ډېر خامي دي هغه لغتونه په پښتو کې ستاسو دستن چې ودي ته معلوم او دغه لغتونه ټول معلومه دغه لغتونه بینوا راوستل دي د برېښنا په هغه وخت کې ایجاد شوی نه و د برېښنا مومن راغلی دی په دغه کې د روم اوس ولاکه څوک خلق پېژني هغه وخت کې د روم نوم هم په دغه کې راغلی دی ورور بس ته یو ارام استاد خو ورور مننه استاد خب دیدید که دکتر ناشناس چی میگه و مجری چی میگه جالب است دکتر ناشناس میگه که آنچه را که ابراز نظر میکنه یعنی نظری علم است در یافت علم درباره پت خزانه است در یافت دانشمندان غربی در یافت حالا سایر دانشمندا اما مجری میگه که آنچه را که شما میگید یعنی منظورش دکتر ناشناس است یک نظر است و نظر شما است مردم قبول نداره ببینید بحث علم و مباحث علمی با این که مردم قبول داشته باشه یا نداشته باشه فرق میکنه وقتی یک اثر کاغذش تشخیص میشه که قدیمی نیست یک اثر زبان نگارشش تشخیص میشه که امروزی است قدیمی نیست و هیچ سازمان بین المللی این اثر را به عنوان یک اثر تاریخی و قدیمی شناسایی نمیکنه اینها دریافته و مباحث علمی هست ارتباطی نداره که حالا 1 میلیون یا 2 میلیون آدم قبول بکنه یا نکنه این دریافت علمی را. علم چون این اثباتی کرده و این یک اثبات علمی است و از نظر علمی قابل قبول است. اما جناب مجری تاکید میکنه که مردم قبول نداره. معنیش این است که این اثر ساخته شده بود تا مثلا برای ادبیات و زبان پشتو مثل یالا شاهنامه فردوسی یا مثل الیاد و اودیسه یک اثر قدیمی و تاریخی ارزش و گویا که این قوم هم یک اثر قدیمی داشته و یک اثر حماسی داشته و به گونه مردم را متقاعد ساخته و اعتقاد مردم را احساسات و هیجان مردم را برانگیختند که چون این اعتقاد پیدا بکنه که این اثر چون این جایگاه داره یعنی بیشتر از منظر اعتقادی و عاطفی و احساسی میخواهند که به مردم چون این تلقینی را
وارد کنند و مردم را دچار چنین تلقیناتی بسازند. در حالی که علم چیزی دیگه ای میگه و دانشمندان زیادی درباره پت خزانه صحبت کرده و حتی برخیا استناد میده به حرف دوستان عبدالحی بی و خودش که پشیمان بوده و دچار ندامت بوده که این کار را انجام داده و تأکیدش هم این بوده که ناگزیر بوده چون از طرف حکومت بر او فشار وارد شده بوده که این کار را انجام بده. عرض من این است که چی قوم پشتون، چی هزاره، چی تاجیک، چی ازبک با این کارهای ساختگی در این جهان جایگاه پیدا نمی کنه و گذشته گرایی هم فایده ای نداره. اثر گذشته ارزش خود را داره، اما گذشته گرایی که یک جامعه را کلا ببریم به طرف گذشته و اعتبارش از گذشته بگیریم هیچ فایده ای نداره. امروز جامعه های بشری نه اعتبار خود را از گذشته بلکه از اکنون و آینده میگیره. به چی معنا؟ به این معنا که چقدر ما با فرهنگ مدرن بشری، با علم چقدر ارتباط داریم، با ابزار و ساخت و ساز مدرن بشری چقدر ارتباط داریم و میبینید که ما در روزگار قرار گرفته ایم که هوش مصنوعی است و ما باید انسان باید با هوش مصنوعی رقابت بکنه. یعنی جامعه دیگه اعتبار خود را از آینده و از اکنون روبسوی آینده میگیره، نه از گذشته. از این نظر این مواردی که این تصوراتی که گذشتگرا هست بایستی نقد شود، بخصوص این گذشتگرایی که استوار بر ساختگی و جعلیات است باید نقد شود. و فکر میکنم دکتر ناشناس، استاد ناشناس روشن فکر خیلی جدی هست که جامعه پشتونی ما چنین روشن فکری نداره و حتی در جامعه تاجیک، ازبک و هزاره ما چنین روشن فکری نداریم. بایستی در هر قومی این گونه روشن فکر داشته باشیم که دید انتقاد گرایانه داشته باشه به فرهنگ، به مناسبات اجتماعی، به زبان و به هر چی که ما را دوچار یک گذشته گرایی و باستان گرایی بی رویه می سازه. از این نظر جایگاه و اهمیت روشنگرانه دکتر ناشناس دارای اهمیت است و مهم است و بایستی از چنین موضع گیری های روشنگرانه ستایش شود و دربارهش برنامه ساخته شود، صحبت شود تا روشنگری بیشتری در جامعه ما صورت بگیرد. با درود و مهربانی.